سلام فاقا، چطوری؟ من سوبی زیرو هم و خیلی خیلی خوش بده پارت بعدی بیکامل جد بازی PS2021. ولی خب قبلش اگه کانال من سابسکرایب کردین، همین الان سری به این پایین کانال سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو بزنین، لایک و کامنت هم فراموش نشه، مثل همشه من انرژی بدید، دمتون خیلی خیلی گرمه. پیج اینستاگرام میاد بالا، اگه فالو نکردین سری به پیمونم این فالو کنید. همین بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب رفقا من یه نکته رو بگم، پارت قبلی اگه یادتون باشه آخر پارت بازیم کرش داد و بعد از اون دیگه وارد بیکامل جن نشد بازیم. هر کاری کردم پچو دوباره از اول ریختم، کلا هر کاری کردم دوباره وارد بیکامل جن نشد. به خاطر همین مجبور شدم یه بیکامل جن دیگه شروع کنم، ولی سعی کردم همون روال قبلی باشه، یعنی با وولور همتون قرار شروع بشه، چون بیکامل جن قبلی هم فصل جدید تازه شروع شده بود و بازی نکرده بودم، مشکلی پیش نمیاد به اون صورت. ولی یه حرکتی هم کردم، یادتون باشه بیکامل جن قبلیه اصلا پیشرفتی نمی کردم، خیلی عجیب غریب پیشرفت نمی کردم. من خودم چون بازیکنی بود که ساخته بودم، از اول ساخته شده بود تو بازی، میتونستم زورش رو تغییر بدم قبل از بیکامل جن، رفتم و زورش کردم 82، یعنی الان بازیکن من زورش 82 که به نظر پیشرفت منطقی بوده تو دو فصل بیکامل جن. و تنها فرقی که کرده اینه که دیگه فعلا خبری از انتخابی جام جهانی نیست و از اولم به تیم ملی دعوت شدم. اوکیه، فرق خاصی نکرده، همون وولورهمپتون، فقط آماره قبلی نیست دیگه، ولی شما فکر کنین که ادامه همون بیکامل جن قبلی است. بریم روز بعدی وولورهمپتون، ترکیب اصلی که هستم قطعا دیگه با زور 82 فکر کنم ترکیب اصلی باشم. بریم ترنینگ اول اینا رو اوکی کنم، شوت دفنس که کلا قطع میکنم، شوت بیاد اینجا، پاس این دریبل اینجا دیگه چی داریم؟ پاس رو این کم کنم، به دریبل اضافه کنم، به سرعت اضافه کنم، اینجوری این به نظرم خیلی منطقیه. اوکیه، بریم شماره اینا اوکی، هم شماره 7 وولورهمپتون، هم بقیه چیزام اوکی. اولین یه مایدیتور 83 شد، یعنی شروع نشده شد 83، اشکال نداره دیگه، 83 منطقی بوده. بریم روز بعدی ببینیم چی جوریه وضعیت. اصلا نمیدونم وولورهمپتون لیگ اروپا هست نیست، توی بیکامل جن قبلیه که به لیگ اروپا صعود نکرده، اینجا رو نمیدونم. رسیدیم به بازی با برایتون، اولین بازی که فیکسم هستم و سمت راست حملم، خیمنز وسط، چانهوانه چیه این؟ آره هیچانگوان سمت چپ حمله و اوکیه، فیکس هم دیگه، همین کفایت میکنه. بریم سراغ بازی با برایتون آلبیون. خب عشق خونه یه تیم وولورهمپتون، وولورهمپتون میزبان برایتونه، ببینیم بازی چجوری دنبال خواهد شد. اوکی، اوه اسکوربورد ایناش عادیه، اینو من خیلی راضی تم تا اسکوربورد PS2022 که توی آپدیت قبلی پچ بود بده من و نشد. اولین موقعیت دست رفت آلزاته، مارچ یه خوره تا با این ترکیب اوکیشم، کار سخت و نمیدونم چجوری میشه، یه خوره کار سخته به هر حال، ولی اوکی میشه. لیگ قوی تریه، تیمای قوی تری هن و قطعا گلزنی و کار با وولورهمپتون سختر از بنفیکاست. همین اول کار برایتون دروازه وولورهمپتون رو باز میکنه. بابا این چه پاسکاریه یه، حالا رسید به خیمنس، خوبه پاس بده درست دیگه، این چه مسخره بازیه. مرسی ژاموتینیو صبحان هاشمیان، راول خیمنس و تو بلاک میشد افته دروازه قبل. دوتا تیم دفاعی هن، الان تیم ما باید هجومی بشه، خیلی بیمنطقه الان دفاعی بودن ترکیب ما. تو خونه خودمون اول بازی یکی عقب افتادیم اصلا منطقی نیست. ای دن سرویس، این چه پاسی بود ای خدا، بر بگیر دیگه.
چرا بازیکن نرفت دنبال تو؟ نیمه اول خیلی بد تموم شد، هیچ غلطی نتونستم بکنم. ببینم نیمه دوم میتونم کار کنم یا نه. نیمه شروع کریرم با ولورهمپتون خیلی بد داره اتفاق میفته و من اصلا راضی نیستم از این اتفاق. دونک مارچ برای موپای، توپی که برمیگردونن و پرتاب برای برایتون به دست میاد. فابیو سیلوا اومد تو. چرا فیسا خرابن؟ مهم نیست خیلی با فیس بقیه بازیکن کار ندارم، مهم فیس خودمه، اهمیتی نداره. ترسم من تعویضم فعلا، که حالا فکر نکنم مهاجم دیگه ای داشته باشه به غیر از فابیو سیلوا. منو راول خیمنز هم که تعویض نشدیم و وضعیتمون فعلا خوبه. ای نشد بگیرم، وای توپ رد شدم. مک آلیستر برای مارچ، خود مارچ سانت و توپی که بر میگرده مدافع ولورهمپتون. اینجوری نمیشه. لیمتی acknowledges that he should have come up with something better there. Peter, his body shape was a giveaway before he made the pass. درست پاس بده دیگه. این چه پاسیه؟ روبرت سانچز راحت توپو جمع کرد، سریع هم شروع میکنه، میرسونه به مارچ. لیمزی فعلا این بازی بکنم نمره 4 و نیم به زور بگیرم، واقعا بد کار کردم. پرتاب بایی ول برهتون، نه پرتاب، نه تو رسید به بازیکن های برایتون. فابیو سیلوا راحت تقدیم کرد. الان یه خوبی داره این که الان پچ جدیده، یعنی آپدیت جدیده خوبی داره. آرسنال که من میخوام نیم فصل دوم برم توش، این اوبامیانگو نداره، فقط لاکازته و کار من خیلی راحت تره قطعا. سبحان هاشمیان سانتر نشد، رو برگردوندن، تمام شد، حمله رو خراب کردیم. مرسی. روبن نوز عالی گرفت تو کن. رال خیمنز تو برمیگردونن، ببینیم میتونیم بازی مساوی کنیم. واقعا دیگه الان بده، یکی شاید میبازیم تو خونه خودمون، اصلا خوب نیست. تعویض نشم تو رو قرآن، نه پودنس رفت بیرون، تیرینکا اومد تو. همین که تعویض نشدم از دارم خوبه. سبان هاشمیان، هاشمیان وای ضربه رو زده بودم، قوی تر کردم خودم و ضعیف تر شدم به نظرم. هن آدمی نبودم که توی بازی اینقدر بد کار کنم. وای اصلا خوب نیست. شروع کریرمون با ولورهمپتون فوق‌العاده بوده. بازی اول باختیم تو خونه خودمون، نمره 4.5 5 بگیرم خوشحالم، 5 بگیرم واقعا خوشحالم. بیشتر از 4.5 کار نکردم برای ولورهمپتون، واقعا بیشتر از 4.5 کار نکردم. باریکیالا توپ دوزی عالی، سبحان هاشمیان، هاشمیان و توی دروازه. شروع کریرمون عالی، تا الان افتضاح بود، ولی دقیقه 87 بازی گل زد، همینجا توپ دوزی قشنگ و گل اول و مساوی با برایتون رو داریم. ولبک هم اومد به جای موپای، لیمتی هم رفت، ولتمن اومد به بازی. اوکی نایس، ولی نمره خوبی نمیگم چون جای خودم نبودم، سر گلم جای خودم نبودم. خوبی حداقل پایین حمله بذاره بهتره، یعنی سمت چپ از سمت راست خیلی راحت دارم. یعنی تو واقعیت هم میگم فوتبال بازی میکنم یا نوک حملم یا سمت چپم، هیچ وقت سمت راست نیستم. سبحان هاشمیان وای کاش خودم میرفتم جلو، پاسم خوب نبود. اگه خودم میرفتم شاید میتونم دبل کنم ببریم. برایتون اشکال نداره، اینکه با باخت فصل شروع نکردیم راضی کننده است. خودم هم گل زدم که دیگه خیلی راضی کننده است. ناگو پنجونی شدم، گفتم خیلی اصلا جای خودم نبودم، پوزیشن خودم نبودم.
پاسکاریم خیلی خوب نبودم، با اینکه گل زدم نمره 5 نیم گرفتم، تا دقیقه 80 افتضاح افتضاح بودم. خوبه با این مساوی وضعیتمون خوبه، تای جدول نیستیم شوره فصل. یه بازی یه گل میان یه نمره 5 نیم، کلا کریرم که اینجوریه دیگه. فقط تنها بدی که الان داره اینه که آمار قبلیمون همه از بین رفت. حالا مهم نیست، خیلی اهمیتی نمیدم بهش. بریم برسیم به بازی دوم. نه بهترین بازیکن اروپا که قطعا لیونل مسیه، این مثل همیشه دوست ندارم این داستانا رو. برو البته چی میگم، توی افتخار تامینا توی مسئله قبلی بهترین بازیکن آسیا رو هم داشتم، ولی الان دیگه ندارمش، ولی اونو به نام خودم ثبتش میکنم. انگار که این ادامه همون بیکام لجنده و هیچ فرقی هم نداره. خب بازی بعد خوردیم به تاتنهام، بازی دوم با تاتنهام بازی داریم تو خونه تاتنهام. هم خب منو بذار نوک حمله به جای فابیو سیلوا، چه مسخره بازیه، مربی نامرد، حتی اصلا چپ میذاشتی اشکال نداره، بریم سراغ بازی. خب بچه خونگی تیم تاتنهام، تاتنهام هاتسپور استیدیوم. تاتنهام بازی اول یک یک کرده به گشوانه که ما هم یک یک کردیم، اونا دفاعی هم و ما هجومیم. این جالب بود، نمیدونم بازی قبلی مربی عجیب غریبه جلوی تاتنهام هجومی میخواد کار کنه، جلوی برایتون تو خونه خودمون دفاعی بود تا آخرین لحظه. دیگه اینجوری مربیمون دیگه چی کنه، باریکلا فابیو جان بده من، باریکلا سبان هاشمیان عقبتر بازی میکنه، همین پاس صحیح رو حفظ کنم هم راضی کننده است. فابیو سیلوا نشد که بشه، فعلا 3 تا پاس یا 4 تا پاس دارم که همش صحیح بوده، همینطوری حفظ کنم میتونم امتیاز خوبی بگیرم. سبان هاشمیان وای نذاشت ضربه رو بزنم، تربیت سبان هاشمیان ضربه رو زدم و کورنر رو گرفتم. ببینم خودم کورنر میکشم یا نه، بعید میدونم. روبن نویس و جاموتین قطعا از من بهترن، همینطوری هم هست. به یکیش اتقا ضربه سر رو بزنم، دهن سرویس شت نشد که بشه، ضربه جاموتین ها هندرسون گرفت، فعلا روز خوبشه و روز سختی داشته تا اینجای کار. هندرسون 3 تا شوت تو چارچوب ولی 3 تا سیو خوب. تعویض کی شد؟ فابیو سیلوا رفت بیرون و چان هوانگ اومد بازی. این دوتا فعلا دارن هی با هم دیگه تعویض میشن. بازی قبلی برعکس این تعویض بود، الان هم اینجوری تعویض شد دیگه. فعلا من و رول خیمنز از تعویض مسئول بودیم. زمینی پاس بدیم دهن سرویس. چرا ذوق دارین هوایی پاس میدین همه پاساتونو؟ او درخواست پاس میکنن همه رو هوایی پاس میدن. شت. چطوری فازتون چیه؟ واقعا هوایی پاس بدین. مرسی واقعا شعور در حد جلبک. از ایران هم بدتره ایران. لوکاس مورا و بالاخره دروازه‌مون باز شد. بالاخره دروازه‌مون باز شد دیگه، چند بار دیگه شانس بیاریم. یه جا بالاخره ول میشه و اونم رفتن تو فاز دفاع. چی کار میکنی عزیزم؟ آقا A few moments later. چیکله بزنم عقبیم. انقدر آروم میاد جلو. What چی بود؟ چه پاسی بود؟ اینقدر مکس که تاقش اون پاسو بده؟ واقعا عجیب بود. ای خدا خسته شدم. نفرین مسئله قبلی گرفت منو، نفرین این زور زیاد کردنه گرفته منو. باز این بازی هم فکر نکنم نمره 5.5 بیشتر بگیرم، بگیرم هم راضی هم. فعلا شروع کریرم با وولورهمپتون واقعا خوب نبوده، درسته یه گل زدم ولی اصلا خوب نیست.
امتیاز خوبی نگرفتم و این برای رفتن به تیم دیگه کارمو سخت میکنه. سبان هاشمیان، 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 وای بذارم آقا، وای بگم اریک دایر بود که بلاک کرد ضربه منو. دانیل پودنس هم رفت بیرون و پدرو نت اومد به بازی. It's a fabulous position. نشد. اونجوری که باید میشد نشد. یه بار درخواست پاس دادم ولی نتونستم در حالت تعادل توپو بگیرم. یه دونه موقعیت هم که داشتم گل نشد. نبرو نوستم رفت بیرون و دندونکر اومد بازی. چی کنیم حالا؟ آی وحشی احمد هری کین بخوین شانسی میرسه به سون هیون مین فانو بازیگاه تاتنهام صاحب توپ باشن و بالاخره توپ در اومد، بالاخره توپ در اومد. اون بازه همین دقیقه بود گل زدم و نباختیم. این بازه میتونم یا نه؟ البته بازی قبلی برایتون بود دقیقه بود، این بازی تاتنهامه. واتی چه پاسکاری؟ الان چه پاسی بود؟ درخواست پاس هم نده بودم که بگم درخواست پاس دادم اون پاس رو داد. خیلی بد پاسکاری میکنم بازی کنم. شانس آورد این باز، امیدوارم کوتاه پاسکاری نکنم، بزنن زیر تو که یه حمله شاید داشته باشی. نه کوتاه پاس داد، سریع پاس بده. زمینی پاس نمیدین؟ چرا چرا زمینی پاس نمیدین؟ واقعا در عجبم. فکر کنم 90% پاسشون رو هوا بود. نیمه دوم تاتنهام بازی گرفت و با درخشش دروازه‌بان هندرسون بردن ما رو. من 5 شدم، گفتم که قطعا نمره خوبی نمیگیرم. خودم فهمیدم خیلی خوب بازی نکردم. فعلا آمارم با تاتنهام با وولورهمپتون آمار خوبی نیست، اصلا آمار خوبی نیست. درسته یه گل زدم ولی میانگین نمره 5.3 افتضاحه. امیدوارم پارتای بعدی و بازی بعدی رفته رفته بهتر بشم. روز پایانی نقل و انتقالات هم رسیدیم و با قدرت بریم پارت بعدی. درسته دوتا بازی تیم ملی ولی دوستانه است و اسکیپ میکنم، بازی دوستانه ملی رو اسکیپ میکنم تا ببینیم چی جوری میشه. رفقا پرونده ویدیو رو میبندم. دوست داشتم ادامه، واقعا ادامه مسئله بیکامل جن قبلیه باشه ولی نشد، نشد. یعنی زورمو زدم ولی نشد. اینم شما بذارین بر مبنای همون مسئله بیکامل، چرا میگم مسئله که بیکامل جن قبلیه و فکر کنید همونه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. شروع با ولورهمپتون شروع جذابی اصلا نبود ولی در ادامه قطعا بهتر میشیم. قبل از این ویدیو بندم اگه کانال سابسکرایب کردین سریع بریم پایین کانال سابسکرایب کنین. اگه قبل از ساب کردن چیکار سابسکرایب نپیدا بشین لایک و کامنت فراموش نشه. مثل همیشه من انرژی بدید، دمتون خیلی خیلی گرمه. ویدیوی بعدی حتما منو دنبال کنید. برو بریم.